سلام و درود فراوان خدمت شما همراهان عزیزم که بنده رو در این کانال همراهی میکنید. با نام و یاد خدا شروع میکنم و شما رو دعوت میکنم برای دیدن یک ویدیو مفید در مورد محصولات تابستانی، در واقع محصولات جالیزی و سیفیجات رو در بر میگیره. همه شمایی که باغبان هستید، استادان بنده هستید، مطمئنن برخوردید به محصولاتی که بدفرم و بدشکل هستند. خیارای کجوکوله، شکل گلابی، گوجه هندوانه، در کل تمام محصولاتی که ما پرورش میدیم میتونن به دلایلی بدفرم باشن و حالمونو بگیرن. حالا من شما رو دعوت میکنم تا پایان این ویدیو همراه من باشید، از تمام مطالب استفاده بکنید و لطفاً تمام ویدیو رو ببینید، برای اینکه بعضی از سوالات شما، کامنت های شما رو وقتی که مطالعه میکنم متوجه میشم شما همه ویدیو رو ندیدی. لطفاً همه ویدیو رو ببینید و در پایان اگه از این مطلب خوشتون اومد با کامنت گذاشتن و با لایک گذاشتن به من قوت قلب بدید، انرژی بدید، ثابت قدم در این راه ادامه بدم. دوستانی که مدتی هست همراه بنده هستن میدونن از روزی که ما شروع کردیم این بذر رو توی زمین بکاریم بهتون توصیه کردم چه مقدار کود دامی به خاک اضافه بکنید، چه مقدار کود کامل اضافه بکنید، و در هفته ای که گذشت اومدم و بهتون نشون دادم چه مقداری و به چه شکلی کود نیتروژن ما باید به خاک اضافه کنیم. و این مراحل کوددهی رو اگر شما رعایت کرده باشید مسلماً بوته های شما مثل این بوته ها کاملا سبز و سرحال و در حال رشد هست. همونطوری که میبینید سر شاخه ها و برگ ها رو به آسمان هست. تمام اعضا و جواره گیاه باید با تراوت باشه، حتی این رزی که داره نباید زرد یا خشک باشه، این سرشاخه ها نباید رو به پایین باشه. همونطوری که مشاهده میکنید باید تعداد میوه و تعداد گلهای نر تعادل داشته باشه. خب چه دلیلی باعث میشه که این میوه ها کج باشه، بدفرم باشه؟ بعضی ها من دیدم در فضای مجازی اطلاعاتی رو منتشر میکنن مبنی بر اینکه اگر لقاح صورت نگیره و اطلاعاتی نادرست و بیپایه مثل این که علت کج شدن میوه هست. این اطلاعات هیچ کدام پایه و اساس نداره و به درد ما نمیخوره. به طور عمده سه دلیل وجود داره که باعث کج و بدشکل شدن میوه ها میشه. اولین و مهمترین علتش کمبود عناصر معدنیه. کمبود هر کدام از عناصر معدنی در خاک، در واقع کمبودش در گیاه باعث میشه فتوسنتز به خوبی انجام نشه و گیاه نتونه غذای مورد نیاز میوه رو تولید بکنه. مهمترین این عناصر کلسیوم، روی و منیزیوم هست و بعد اینها آهن و گوگرد هم نقش بسیار زیادی در کیفیت میوه داره. دومین دلیل بیماری های قارچی است. بیماری قارچی به دو صورت به گیاه آسیب میزنه. یکی با آسیب زدن به برگها، به آوندها و انتقال شیره حیاتی به میوه و انتقال آب و غذا از خاک توسط ریشه به خود گیاه، به این شکل به گیاه آسیب میزنه و میوه آبت شکل میشه. و دوم این که خود قارچ اگر به یک نقطه از میوه بگیره یه لکه ایجاد میکنه و گیاه اون قسمت لکش فرو رفته میشه و در اطرافش رشد میکنه و خم میشه یا مچاله میشه. تو گوجه فرنگی مخصوصا لکه های قارچی نه تنها میوه رو بدشکل میکنه بلکه میوه رو پوسیده میکنه.
عامل بعدی یه بچه خرگوشه که از توی لونش فرار کنه و بیاد خیارا رو بخوره، بوته هاشو بخوره و ما رو بیخیار بکنه. من این پدر سوخته رو میگرم میبرم پیش پدر مادرش. این وره دیگه نیا یا پدر نشه. عامل بعدی حشراتن. سومین عامل حشرات هستند که با خوردن برگ و یا خوردن بخشی از میوه باعث بدشکل شدن محصول میشن. مخصوصا شته اگر تو بوته های ما بخواد شیوع پیدا بکنه و همونطوری که قبلا احتمالا دیدید این برگ ها رو مچاله میکنه و تمام شیره نباتی رو میخوره و میوه ها گلابی شکل میشن، دیگه گیاه حتی رشد هم نمیکنه. اگر شما به کود دامی دسترسی دارید و به کودهای دیگه دسترسی ندارید، بنده پیشنهاد میکنم از کود دامی پوسیده شده استفاده بکنید، به خاکتون اضافه بکنید، به کود مرغی اضافه بکنید، با همون کود دامی و کود مرغی کشاورزی رو انجام بدید. مخصوصا شمایی که باغچه‌های کوچیکی دارید، به اندازه خونه خودتون میخواید تولید بکنید، برای میزان تولیدی که شما میخواید انجام بدید همون کود دامی کافیه. و بیشتر این توصیه‌هایی که بنده میکنم برای دوستانی است که میخوان برای فروش محصولات با کیفیت‌تر و بیشتری تولید بکنن و شغلشون هست و شغلشون باشه. اگه هنوز شروع نکردن این روش ها رو یاد بگیرن و به عنوان یه شغل روی کشاورزی برنامه ریزی بکنن. ما نیاز به کود 320 داریم. بهترین کودی که من میتونم معرفی کنم به شما کود 320. کود 320 عناصر ماکرو، نیتروژن، فسفر و پتاسیم داره. میکرو آهن، منگنز، روی، مس و بر داره که این عنصر بر و مسی که درش وجود داره هم به تقویت و خوشفرمی و انبارمانی بهتر میوه ها کمک میکنه و هم گیاه رو مقاوم میکنه در برابر تنش های دمایی و آفت های قارچی. دو تا قاشق سرخالی از این پودر رو با 20 لیتر آب مخلوط کنید. وقتی که تا نیمه مخزن رو پر آب کردید کود رو بهش اضافه بکنید و همونطوری که آب رو کامل میکنید اینو هم بزنید. مهمترین مطلبی رو که برای محلول پاشی مخصوصا توی این فصل باید رعایت بکنید اینه که حتما به گیاهتون آب داده باشید. این رو هم توی درختان میوه باید رعایت بکنید، هم برای محصولات جالیزی و سبزیجات رعایت بکنید. اگر گیاهتون خشکی داشته باشه، با تنش آبی روبرو باشه، شما این محلول رو که بهش میدید نه تنها باعث تقویت گیاهتون نمیشه، بلکه باعث برگ سوزی هم میشه. دومین مطلب تنش دماییه. به همین خاطره که من قبلنم چند بار توصیه کردم شما محلول پاشی و کود دادن و تقویت کردن کلن همه گیاه ها رو باید تا بهار انجام بدید. مخصوصا برای بوته های جالیزی و سفیجات از زمانی که برگ سوم ظهور میکنه شروع بکنید محلول پاشی بکنید، کوددهی بکنید، گیاه رو تقویت کنید. این محلول پاشی رو هر 7 روز به 7 روز ادامه بدید. 3 بار محلول پاشی میخواد. این 3 بار رو که انجام بدید بعد 20 روز، بعد 25 روز که محلول پاشی ها کلن تموم شد دیگه نیازی نداره، مگر اینکه قارچ کش بهش بدید یا اگه حشره بود، شته بود، بهش شته کش بزنید که اونا رو من به روزش بهتون یادآوری میکنم. و با رعایت کردن این مطالبی که عرض کردم ساعتی که غروب شد دیگه هوا خنک شد.
البته شما میتونید یه یک ساعتی زودتر شروع کنید اگه مزرعه بزرگتری دارید، اما چون بوته های من خیلی نیستن و توی یک ساعت کارشون تموم میشه، من صبر میکنم همین پروپایی که میخواد اذان بزنه شروع میکنم معلول پاشی میکنم. بعد اینکه معلول پاشی کردم، مه و رطوبت هوا هم میاد باش تکمیل میکنه و این هوای خنک راحت گیاه جذب میکنه. از گیاه های منم مشخصه که این کار با این روش جواب میده و شما هم حتما این روش رو استفاده بکنید. به این صورت مثل یه مه سبک تمام گیاه رو باش خیس کنید. دقت کنید برای کود مایه فقط روی برگا رو خیس میکنیم، این قارچکش یا حشرکش نیست، دیگه به پایین گیاه کاری نداریم. همین روح و یه مه سبک بزنید و برید سراغ بوته های بعدی. شما رو به خدای بزرگ می سپارم و از ته دل آرزومندم که باغ سرسبز و شادابی داشته باشید و هر قدم به اون محصول مد نظرتون نزدیکتر بشید و از این برداشت محصول لذت ببرید. شب و روز بخیر.